السلام علیک یا ابا السلام علیک یا سلام علیک السلام علیک یا ابا السلام علیک یا ابا السلام علیک یا ابا سلام بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حسین و سلام بر شما خدام ابا عبدالله الحسین. خوش آمدید به برنامه به وقت سلام. عزاداریاتون قبول باشه. عزم الله و اجورنا و اجورکم. انشالله که روز به روز موفق تر باشید در نوکری ابا عبدالله الحسین و هر جا برای امام حسین علیه السلام نوکری میکنید ما رو هم یاد کنید و از دعای خیرتون فراموش نکنید. سلام امشب به وقت سلام رو میخواییم تقدیم بکنیم به همه اونهایی که دارن آماده میشن برای اینکه برن موکبهایی تأسیس بکنن، دارن پولش رو جمع میکنن، دارن وسایلش رو جمع میکنن که آماده موکبداری اربعین بشن. به وقت سلام دست به سینه میگذاریم و دلهامون رو روانه کربلا میکنیم و عرضه میداریم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب ایان که نوکری توست خیر العمل حسین ایان که نوکری توست خیر العمل حسین تو آقا من غلامت از روز ازل حسین در باب عشق بر شما فرمود امام رضا این کن تباکیم لشای فبکه علال حسین گریه می کنم بر زبیه عطشان گریه می کنم قتیل اوریان گریه می کنم بر حسین مظلوم گریه می کنم بر اسیر عدوان سیدی و مولای ابا ابا عبدالله سیدی و مولای ابا عبدالله سیدی و مولای ابا دهه سوم محرم الحرام رو توفیق داشتیم که در مورد سیره امام زین العابدین علیه السلام صحبت کنیم. به اندازه توان و وقت برنامه سعی کردم که قسمت‌هایی از سیره اهل بیت و خصوصا امام زین العابدین علیه السلام رو بررسی بکنم که این مقدمه‌ای بود برای مکتب باقرین و صادقین. امشب هم سر سفره احادیث و کلمات امام علی ابن الحسین میشینیم و پندهای حضرت رو از احادیث شریفشون با هم مرور میکنیم. حدیث اولی که آماده کردم از کتاب شریف کافی
کتاب ایمان و الکفر، باب حب دنیا، که امام علیه السلام گناهان رو تو این حدیث بررسی کردن، که خیلی مهمه که ما گناهان رو بشناسیم. باید بدونیم که خبائث چیه، ریشش چیه، و اونها رو بتونیم از وجود خودمون اخراج بکنیم. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام فرمودن فاول ما اوصی الله به الکبر، اولین چیزی که خداوند معصیت شد به او، اولین گناهی که خدا معصیت شد بهش، کبر بود، تکبر و خودپسندی و خود بزرگ بینی، بهتر به اینجوری بیانی کنم که خود بزرگ بینی. و حضرت باز کردن این معصیت رو که این معصیت ابلیس بود. معصیت و ابلیس هین ابا و استکبر و کان من الکافرین. این نافرمانی و معصیت ابلیس بود اون موقعی که خدا بهش گفت به آدم سجده کن و نکرد، و چیکار کرد؟ تکبر کرد، ابا کرد، تکبر کرد و از کافرین شد. و اولین گناهی بود که خدا بهش معصیت شد و سبب کفر شد. چنین گناه عظیمی بود. پس یه جورایی شاید بشه گفت ریشه همه رذایل اخلاقی برمیگرده به خود بزرگبینی، به خود پسندی، به کبر. اگر کبر در کسی باشه امکان نداره که اصلاح بشه. اگر خودشو خوب ببینه، خودشو بزرگ ببینه، امکان اصلاح اون نیست. حضرت فرمودن ثم الحرص، بعد از اون حرص بود، و هیه معصیت و آدم و حوا علیهم السلام، اون نافرمانی از باب ترک اولای حضرت آدم و حوا بود، اونجایی که قال الله عز و جل لهما فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، اونجایی که خدا فرمود که هر چی که میخواید بخورید و بیاشامید از این جنت زمینی که هستید، اما نزدیک این شجره و این درخت نشید که این کار شما را از ظالمین، یعنی ظلمی به خودتون میکنید بابت همین ترک اولایی که میکنید. فاخذ ما لا حاجت بهما، چیزی رو خواستن، چیزی رو گرفتن، یعنی اون شجره رو، که هیچ حاجتی بهش نداشتن. یعنی این باعث حرص شد دیگه. فدخل ذالک علی ذریتهما الی یوم القیامه، و این وارد اولاد اونها شد تا روز قیامت. و ذالک اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجت بهی الی. همینجوری شد که پسر آدم، یعنی بنی آدم، اون چیزی که حاجتی بهش ندارن هی خواستارش هستن، هی میخوانش. این گناه حرصه. خیلی وقتا، یعنی بیشتر وقتا همینه که انسان حرص میزنه برای چیزی که اصلا احتیاجی بهش نداره. یعنی اگه نداشته باشه مشکلی براش پیش نمیاد. دومین گناه حضرت علی ابن حسین فرمودن حرص. ثم الحسد، بعد از اون حسد بود، که هیه معصیت و ابن و آدم، این نافرمانی و معصیت پسر آدم بود. حیث و حسد اخا فقتله، اونجایی که حسادت کرد به برادرش و او رو به قتل رسوند. و حسد شعبه هایی داره که ازش جدا میشن، گناهان دیگری که از سرمنشهش، سرچشمش حسده. فتشعب من ذالک حب النساء، جدا میشه از حسد سرچشمه گرفته، حب النساء، حب زنان. توجه دارید که این حب، حب مذمومه ها، یعنی حبی که انسان رو اسیر دنیا میکنه، اسیر گناه و معصیت میکنه. وگرنه این که خدا خودش دستور داده که همسرت رو، فرزندانت رو دوست داشته باشی، این اون نیست مطمئنن. و آخر حدیث به همین اشاره میکنه امام زین العابدین. حب نساء از حسد سرچشمه گرفته، و حب دنیا، حب دنیا، و حب رئاسه، حب این که انسان دوست داره که رئیس باشه، لیدر باشه، بالا سری باشه، و حب راحه، حب راحت طلبی، و حب کلام،
خیلی عجیبه اینکه انسان دوست داره سخنور باشه، یه عده‌ای به حرفش گوش بکنن. ممکنه که این سرچشمش حسد باشه. و حب العلو، حب بالانشینی و قدرت داشتن و بالا سر بودن. و از ثروه، حب ثروت داشتن. فسرن سبع هفتا شدند، فسرن سبع خصال هفت خصلت شدند، فاجتمعن کلهن فی حب دنیا. همه اینا جمع میشن تو حب دنیا. فقال الانبیاء والعلماء بعد معرفت ذالک، انبیاء خدا و علما بعد از اینکه اینو فهمیدن گفتن حب دنیا رأس و کل خطیه، حب دنیا سرمنشه هر خطا و هر گناهی هست. حتی تو قضیه شهادت امام حسین علیه السلام نگاه بکنید، خیلی از این حب ها که حب دنیا رأسش هست باعث قتل سید الشهدا علیه السلام شد. اما اینجا امام زین العابدین علیه السلام کلامی به آخر حدیثشون اضافه میکنن که این کلام کلیدیه و شاید باید این رو اول خوند، توضیح داد، بعد اومد حدیث رو خوند، که حضرت فرمودن که از دنیا دنیاان، اما بدون که دنیا دو جور دنیاست. دو تا دنیا داریم، دنیا بلاغون، یه دنیا داریم که تو رو به اون هدف آخرتیت میرسونه، تو رو به خدا میرسونه، تو رو به سعادت آخرت میرسونه. این دنیا دنیای بلاغه، خیلی هم خوبه، انسان کسب روزی حلال بکنه، معیشت خودش رو فراهم بکنه، وسعت بده در رزق خودش، دیگران رو سر کار بیاره. و نیت خیلی مهمه، برای همه اینها نیتش رضای خدا باشه. این دنیا دنیای بلاغه، خیلی هم خوبه، انسانو به آخرت میرسونه، به رضایت خداوند میرسونه. پس دنیا دو جوره، دنیای بلاغ و دنیا ملعونه، دنیای نفرین شده ملعونی که تو رو گرفتار خودش میکنه و از رحمت خدا به دور میکنه، از خدا، از آخرت غافل میکنه. دنیای اول دنیاییه که برای مؤمن خوبه، او رو میرسونه به آخرت، و دنیای دوم دنیاییه که گرفتارش میکنه و باعث میشه که از رحمت خدا به دور بشه. خدایا ازت میخوایم که اون رأس کل خطیه رو که حضرت فرمودن حب دنیاست در قلب ما بیرون بکنی. به قول اون دعا، اخرج حب دنیا من قلبی، خدای خارج کن محبت دنیا رو، محبت مذموم دنیا رو از قلب من. بریم فاصله بگیریم، برگردیم و در خدمت مهمان برنامه خواهیم بود. یاد اولید نگاه، یاد اولید نگاه، به ذریح تو بخیر، یاد اولید نگاه، به ذریح تو لحظه ای که من شدم دیگه عاقبت بخیر، میسوزم کربلا هر روزم، کربلا برم جز زیر همین علم، روزه رو ازم نگیر، جا موندم من از حرم. اللهم ارزقنا حرم، اللهم ارزقنا حرم، اللهم ارزقنا حرام، اللهم
آقای محمد محسن شفیعی، هنرمند سینما، تئاتر، تلویزیون و عرصه بازیگری مهمان ما هستن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمد. عزیز دلی، سلام عرض ادب با احترام دارم خدمت شما سید و بینندگان محترم شبکه بیت العباس. امیدوارم که هر نقطه‌ای از این کره خاکی که هستین و دارین ما رو میبینین حال دلتون خوب باشه. خیلی مخلصیم. خیلی خوش اومدی به بیت العباس عزیز. ممنونیم که تشریف آوردی. بذار امین اولش بریم سراغ اولش، که اصلا چی شد که آقا محمد محسن عزیز ما جذب محبت امام حسین شد؟ یادت میاد از کجا شروع شده؟ برای چی بوده؟ حسین، من مادرم تعریف میکنه، میگه تو دسته امام حسین وایساده بودم و یاد طفل امام حسین افتادم. همونجا گفتم خدا یه پسر به من بده، من اسمشو بذارم محسن. ما حقیقتشو بخواین هممون هیچی نیستیم در مقابل امام حسین، ذره ای هم نیستیم در مقابل اون بزرگی و عظمتی که حضرت دارن. اصلا از اون دورانی که مادر برات یه شمعیشو گفته، خاطره شیرینی داری گوشه ذهنت بدرخشه از دوران کودکی و هیئت‌های حسینی؟ حقیقتشو بخوام، من مادرم استاد دانشگاه بودم، رشته الهیات، فقه، معارف و چند تا دکترا دارن و خواهش میکنم از کودکی حقیقتشو بخوام ما این محبت امام حسین داشتیم با خودمون. حقیقتا به خاطر اینکه من یکی از داداشام اسمش عباس، دومی رضاست، سومی ادریسه، چهارمی حسینه، خواهرم ریحانه است و من محسنم، همه تو فضای آینی نامگذاری شده. این ترکیب درستیه به نظرم. برای همین از کودکی این حب به امام حسین از حضرت ابوالفضل با ما بوده و هست و یک اصل جدا ناپذیری. اما رسالتمون همه همینه که بتونیم ره آزادگی امام حسین بشیم. یکی از صفات امام حسین علیه السلام رو خود نام بردی، آزادگی. اگه بخوایم بپرسیم که یک خصلت سید الشهدا که خیلی دوستش داری و دوست داری یه قطره هم در خودت باشه، چه صفتی رو انتخاب می‌کنی؟ والا یک سوالی به نظرم پرسیدین که این سوال خیلی بسته گسترده‌ای بره و اینکه شما بخوای به اون قضیه برسی، به اون خط اصلی برسی، اصلا برای هر کدوم ما این خیلی سخته. اینکه شما در هر حالتی بتونی از منفعت طلبی خودت، از این که به نفع خودت باشه، از این نفع خودت بگذری، این به نظرم خیلی مسئله عجیبیه. اون ایثاری که باید هر کدوممون داشته باشیم. من همیشه از خدا خواستم که یک اندیشه ای رو در ذهن من بذاره که من بتونم همیشه درست رو انتخاب کنم، حتی جایی که غلط به نفعمه. از خودگذشتگی رو راجع بهش صحبت کردیم. شما برای امام حسین علیه السلام پیش اومده از خودت بگذری؟ یعنی الان اگر یه جایی باشه که دم زدن از محبت امام حسین برات هزینه داشته باشه، سرتو بالا گرفتی دم بزنی از امام حسین؟ بله، بارها اتفاق افتاده، به خصوص تو این چند سال اخیر خیلی بیشتر اتفاق افتاده. ببینید، مسئله میدونی چیه؟ اینه که ما بعضی وقتا اصل رو فراموش میکنیم. اصل اصله، کل کله. ممکنه یک اجزایی در این کل خراب بکنن، ولی کله درسته.
اجزای دیگری درسته. اون اجزایی که اشتباه دارن میرن و راه غلط رو دارن میرن حذف میشن. شاید یک زمانی باشن ولی حذف میشن. ما نباید همه رو یک جور با یک دید قضاوت بکنیم. یعنی حاضری پاشم هزینه بدیم؟ 100% هزینه دادیم و باز هم میدیم. بارها هزینه دادیم. به نظرت امام حسین ما رو گرون خریده؟ به نظرم امام حسین خودش و یارانش رو هزینه کرد. همین الان بودم همین راست. وقتی شما درست انجام بدین، درست اتفاقات رو رقم بزنین، همیشه بقیه برای شما هزینه میکنن که بیان به سمتتون ببینن شما چی کار کردین که به این لول رسیدین، به این جایگاه رسیدین. به نظرت امام حسین بیشتر شما رو دوست داره یا شما امام حسین؟ والا نمیدونم. 100% که من بیشتر دوستش دارم. نمیدونم واقعا. امیدوارم جوری زندگی کرده باشم و جوری رفتار کرده باشم که آقا هم از دستم راضی بشه. من این چند روز پیش سید جان به مادرم گفتم مادر التماس دار. مادرم گفت که مادر جان من دعات میکنم ولی بیا نذر کن تو امسال من یه کربلا ببر. کربلا رفته، خیلی رفته. شما خودت هم کربلا رفتی؟ نه والا، حقیقتا نه. ایشالا که قسمت بشه امسال با مادر با هم دیگه برید. شاید دوستشه که شما کربلا بیای باش. من هر سال سید حقیقتشو بخواین بهم گفته میشه چند بار، نه یک بار، تو 10 روز اول برای اربعین هر سال چند گروه از دوستانم بهم میگن بیا بریم. یا درگیر کارم، این درگیر کارم. مثلا فکر کنین شما قرارداد دارین سر چند تا پروژه، این نمیشه، تعهد کاریه، نمیشه شما ول کنی بری. در مورد کارم صحبت کردی، بذار راجع به کارهای آینی هم که انجام دادی ازت بپرسم که چه کارهای آینی انجام دادی، بخش چی بوده توشون؟ والا هم کار تصویر انجام دادم توی تلویزیون، هم کار تئاتر انجام دادم. کار تئاتر بیشتر بوده، کار تصویر یک سریالی بود به نام سریال کاتب اعظم که شبکه 2 پخش شد. کارگردان عزیز و محترم و درجه یکشون جناب آقای مهدی قفوری بودن، بسیار درجه یک، بسیار حرفه‌ای، کس بسیار خوب و درجه یکی واقعا داشتن. آقای فلاح، آقای امین زندگانی، آقای سیامک سفری، خانم گودرزی عزیز و بزرگواران دیگه، حدیث میرامینی، امیر حسین هاشمیان، بازیگر خیلی به نام، یالو نمیدونم بقیه، اگر که نام نبردم در خاطرم نیستن عذرخواهی میکنم. اون کار خیلی سوژه خیلی جالبی داشت، در مورد خیمه کاتبان لشکر ابن زیاد بود و یک سوژه‌ای رو در اونجا دنبال میکرد که نگاه متفاوتی بود بعد از سالها به این قصه. این کار بود تو حیطه تصویر. کارهای دیگه ای هم بوده با آقای احمدیان، سعید احمدیان کار کردم. تالار هنر اصفهان یک کاری بود به نام کاروان خورشید. یه خاطره جالبی دارم بگم براتون. خواهش میکنم. بله. مادر من سعید جان اولین باری که اومدن از من یک اجرای تئاتر دیدن اون اجرا بود، اجرای کاروان خورشید. به لحاظ اینم که خب انسان مذهبی هستن، بسیار
خیلی با علاقه اومدن، ولی نمیدونستن که من چه نقشی رو دارم بازی میکنم. من نقشم شمر بود، یک گیریم کاملا سرخی داشتم، ریش و مو و یک هیبت. حقیقتا مادرم با خواهرم اومدن این اجرا رو دیدن. خب مادرم به لحاظ اینکه انسان مذهبی هستن و به شدت دوست داره امام حسینن، از لحظه اول اجرا تا آخر اجرا لعن شمر میکردن، لعن شمر و یزید. من پایان اجرا به کارگردانم گفتم، آقای احمدیان بزرگوار، گفتم که اگر که اجازه بدین من اجرا رو علاوه بر این که به مخاطبای عزیزمون، تماشاگران محترمی که اومدن، تقدیم میکنم، به مادرم تقدیم کنم. گفتن که اصلا خودت بیا توی رورانس و خودت شروع کن به صحبت کردن. من اومدم توی رورانس بعد از اینکه همه تعظیم کردیم، اومدم شروع کردم به صحبت کردن و اجرا رو تقدیم کردم به مادرم. مادرم اونجا فهمیدن که منم. تا اون موقع نشناخته بودم. بعد بلند میشن و یه لعنی هم به شمر دوباره میگن و تمام مخاطبهایی که کنار مادرم نشسته بودن، چون شاهد مادرم بودن در طول کل اجرا که لعن داشتن میفرستن، خیلی فضای کمدی بود و من بعدش فهمیدم که قصه اینه. چون یهو دیدم که چرا مادرم بلند شد، همه خندیدن دور بریاش. آره، این خاطره بود. حالا کارهای دیگه با آقای سید جواد هاشمی، افتخار من بود، با سید جواد هم کار کردم چند تا کار، کار تئاتر. تو کار سید جواد هم یه خاطره خوب دارم. چه اتفاق افتاد؟ اونجا نقش حضرت ابوالفضل رو بازی می کردم و من اون زمان دو اجرایه بودم. بعد از اجرای سید جواد می رفتم سالن تالار وحدت سر اجرای راپورت های شبانه دکتر مصدق، جناب آقای اصغر خلیلی بودم که نقش یک جوان جاهلی رو بازی میکرد. سر کار سید جواد نقش حضرت ابوالفضل بودم. یک صحنه ای داشتم، صحنه پایان حضرت ابوالفضل که شهید میشه. صحنه دوربر 7 دقیقه بود، 7-8 دقیقه بود که من وارد می شدم، یک رجزخانی با شمر بود، بعدش وارد مبارزه می شدم با دوستان نمایشگرمون و دستا قطع می شد و تا پایان که مشک و این اتفاقا، یک نوایی هم این زیر صدای ما نواخته شده بود و یک حالت پرفورمنسی داشت اتفاق می افتاد. یه شب یکی از دوستان حالا از دستش در میره، شمشیرا هم تیز نبود، یعنی لبش حالت نمایشی داشت، ولی خب بالاخره شمشیر فلزی بود، خورد تو انگشت من و گویا خون میاد. من خودم تا وقتی که توی اجرا بودم اصلا متوجه نشدم. تا اومدم بعد از 7 دقیقه از صحنه بیرون، بچه گفتن خوبی؟ گفتم که خوبم، چرا، صحنه عالی بود. گفتن صحنه رو نگاه کن. برگشتم صحنه رو نگاه کردم، دیدم پر خونه، کف صحنه پر خون شده بود. دستم آوردم بالا و توی 7-8 دقیقه اورژانس هم مجموعه زحمت کشیدن، پشت صحنه آماده بودن. من از صحنه اومدم بیرون، دستم رو شروع کردم پانسمان کردن و بعد از اونجا من رفتم سر اجرای راپورت های شبانه دکتر مصدق و بعد از اون اجرا تقریبا رفتم به سمت خونه و بیهوش شدم. فردای اون روز سیجم خیلی به این قضیه فکر کردم، داشتم میرفتم سر اجرا، به این قضیه فکر کردم که ما یه زخم کوچیک برمیداریم، از حال میریم، چی میشه که آقا حضرت عباس با اون حال، یعنی دو دست قطع بشه و تیرهای فراوان، چی درونشون بوده که مثلا تو پای چشمه رسیدن، مثلا تونستن. تا حالا تو این نقشایی که بازی کردی، گفتی هم انفی بازی کردی، هم اولیا بازی کردی، هم اشقیا، تا حالا شده یه جایی از این تئاتر یا نمایش خودت جیگرت بسوزه و
بی اختیار دیگه گریه کنی؟ کجا بیشتر از همه دلت سوخته؟ تو چه نقشی؟ تو چه اتفاقی؟ یه کاری بود به نام تعزیه بود، تعزیه توی شهرستان، یکی از شهرستانه استان اصفهان، یادم نمیاد کدوم شهرستان حقیقتا. سه جا ما چند شب اونجا اجرا داشتیم، تمام شهرستان ها اجرا داشتم، به خاطر همین یادم نمیاد که دقیقا کدوم شهرستان. تعزیه میدانی بود خب، و تماشاگر دور تا دور حلقه نشسته بودن و در صفوف زیاد و داشتن میدیدن میدان. ما نزدیک 10 شب اجرا داشتیم. شب آخر سید جان یه مادری بود که خیلی پیر بود، این مادر یه عکسی توی بغلش گرفته بود، تو صف اول نشسته بود داشت کار میدید، من نقش شم بود. خب ما به خاطر اینکه شبای مختلف اجرا داریم مجبوریم که خودمونو تمرکز داشته باشیم، تسلط داشته باشیم روی صدا، روی بدن اتفاق نیفته. علاوه بر این که تلاش میکنیم تمام حسمون انتقال بدیم به تماشاگر، علاوه بر این باید حواسمون و تسلطمون درست باشه که چیزی از در نره، صدای نره، که برای فردا شب هم شما بتونی توان داشته باشی. 100%. اجرای شب آخرمون من خیلی معمولا کم درگیر، یعنی میزنم بیرون، تسلط دارم، یعنی همیشه حواسم جمع. حقیقتا اون شب وقتی که ما صحنه های پایانی شم رو داشتیم و من باید با خشونت بسیار زیادی بازی میکردم، این مادر فقط سرشو انداخت با و من میچرخیدم تو سن، میچرخیدم و عربده میزدم، دیالوگامو میگفتم. تو یه دور این مادر خیلی اصلا توجه منو جلب کرد، من تو یه دور که زدم سه اینجا دیدم این مادر سرش افتاده پایین. نمیدونم واقعا چرا، ولی انرژی بیشتری گذاشتم. اگه 100 انرژی گذاشته بودم 200 انرژی گذاشتم. مثلا انگار این سری که این مادر انداخت پایین، جیگر خودم خون شد از نقشی که دارم بازی میکنم. و من بعد از اون شب تو لباس دیگه تعزیه میدانی کار دیگه تعزیه میدانی بازی نکردم. بسیار هم گفتم دوستان عزیزان لست داشتم به من، ولی نمیتونم، گفتم حقیقتا برای موافق میام ولی برای مخالف دیگه نمیام. حالا گفتی تعزیه میدانی بازی نمی کنم مگر موافق باشه انشالله. امام رضا علیه السلام یه جمله ای دارن که میگن یا لیتنی کنت و محکم فعفوز و فوزن عظیم، ای کاش ما هم بودیم، ای کاش. یا خیال کنیم که شما میتونستی روز عاشورای سال 61 یک نقش داشته باشی، یه نقش واقعی که بتونی به امام حسین علیه السلام خدمت کنی و یاریش بکنی، و نویسندگی این نقش رو توی چند جمله میخوام به خودت بدم. اگه آقا محمد محسن شفیعی قرار بود توی عاشورای سال 61 یک نقش واقعی برای امام حسین بازی کنه، چی کار میکرد؟ کجای کربلا بود؟ خیلی عجیبه برام. کجای این صحنه جا میگرفتی؟ چی کار میکرد؟ من با حضرت عباس میرفتم، من از آقا رخصت می گرفتم، با حضرت عباس می گفتم که شاید دوتا مشک با هم بیاریم.
یا شاید بتونم حداقل یه مشی بیارم با تنها آقار. شاید هم پیشمر یا آقا می شدم که آقا تنها هم دارد. ولی 100% اگه بودم با حضرت عباس می رفتم. شاید اصلا من می رفتم. نمی زاشتم حضرت برم. چون من دوستان می شناسم. دوروبری ها می شناسم. آدم نیستم که بگم. آدم عملگرایی هست. می رفتم. می دیدم یه نفر تشنشه تو لشکر. قبل اینکه آقا به فکرش برسه بره می رفتم. ولی کاش بودم. کاش حداقل اون موقع بودی. یه جمله‌ای هست که یاران امام حسین وقتی تو بغلش پرپر می‌زدن ازش می‌پرسیدن، با دل قرصم می‌پرسیدن، ارزید؟ آیا راضی شدی؟ اوفیت؟ آیا وفا کردم؟ شما با دل قرص می‌تونی این سوال از امام حسین بپرسید؟ حقیقتاً دلم قرصه. ولی اصلا آیا اگه امام حسین رو میبینی حرفی میزنی؟ فقط نگاش میکنی. بهشت ما تماشای حسین است. آقا محمد محسن، خیلی لذت بردیم و چقدر خاطرات قشنگی ازت شنیدیم و چقدر حس قشنگی از محبت سید الشهدا ازت گرفتیم. اگر صدای شما مثل تو صحنه های تئاتر که پخش میشه همه تماشاچی ها میشنون، صدای شما تو کل هیئت های حسینی، همه حسینچی ها، بلنگوهای مواکب پخش میشد و میخواستن چند جمله هم از شما بشنون، چی میگفتیم؟ اتیکه نوحه میخوایم براتون بخونم. چه بهتر، چی بهتر از این که همیشه ما حسن ختاممون اینه که یه ذکر توسلی باشه. من نمیدونستم که شما تو این زمینه هم هستی. قربونتون برم. بخون یه تیکه دلمون برای کربلا هست. یه نوحه برای میگه تو دل بارون زیارت نام میخون، دل مجنون بلب زند خونه تو توی ایوون، تلای تو از دلم یه پل تا دیار تو میزنم، همیشه جون مادرت هیچ کجا برام کربلا نمیشه. ایشالله که به زودی با مادر تشریف ببریم. دیدم ایشالله. خیلی از ته دل خوندی. ایشالله. جان مادرت هیچ کجا برام کربلا نمیشه. ایشالله که همین امسال به همراه والده محترم ایشالله کربلا ببینیم عزیزی، موکب بیت العباس ایشالله، قسمت شما بشه ایشالله. یه دعا هم مهمونه میکنم. ایشالله که بتونیم جوری عمل بکنیم که بتونیم با دل قرص به امام حسین بگیم ارزید. الهیام. خیلی دعای زیبایی بود. ان شاءالله که مستجاب باشه. در پناه امام حسین باشیم. دست سلام. شما درد نکن عزیز دل. سلام بر حسین. یا علی من. سلام بر حسین. به مجلس عزای تو یکی گلاب می دهد، یکی به دست تشنگان به گریه آب می دهد.
یکی ز کف برای تو قرار و تاب میدهد عزت خدا قسم خدا جواب میدهد به هر که با زبان دل زند تو را صدا حسین من 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 حسین من. از احادیث امام علی ابن الحسین علیه السلام در این برنامه بهره می بردیم. باز هم حدیثی آماده کردم از کتاب شریف کافی. یکی از چیزایی که ما رو گرفتار میکنه، یکی از چیزای دیگه‌ای که ما رو گرفتار میکنه زبانمونه. زبان واقعا انسان رو به گرفتاری میندازه اگر انسان روش مدیریت و کنترل نداشته باشه. آقا علی ابن الحسین علیه السلام فرمودن که امام علی ابن الحسین علیه السلام فرمودن که ان اللسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارحهی کل صباح. همانا زبان انسان توجه میکنه به تمام جوارحش، تمام اعضای دیگرش در هر روز صبح. فیقول و کیف اصبحتم، به اونها میگه که چجوری صبح کردید، امروز حالتون چطوره. اعضا و جوارح دیگه به زبان میگن فیقولون بخیر ان ترکتنا، خوبی مگر دست از سر ما برداری اگر ما رو رها بکنی، اگر تو راحتمون بذاری. و تمام اعضا و جوارح دیگر به زبان میگن و یقولون الله الله فینا، خدا رو در نظر بگیر، خدا رو در نظر بگیر در مورد ما. و یناشدونه و او رو قسم میدن و یقولون به او میگن انما نصاب و نعاقب بک، ما به وسیله توئه که ثواب میبریم و عقوبت میشیم. یعنی ثواب و عقوبت ما با تو تنظیم میشه. تو هر کاری بکنی، اگه خوب کاری انجام بدی زبان، خوبیش به ما میرسه، اگر بدی بکنی بدیش به ما میرسه. پس خیلی باید دقت بکنیم و زبانمون مراقبت بکنیم. همین الان زندگی خودمون رو یک مروری بکنیم. خیلی از بلاهایی که گرفتارش شدیم زبونمون گرفتارش کرد، گرفتارمون کرد. و اگر دقت میکردیم، کنترل میکردیم رو زبانمون، خیلی از بلاها، خیلی از خسارتها، چه دنیایی چه آخرتی، به سر ما نمیومد. امام علی ابن الحسین علیه السلام با این حدیث خواستن به ما بگن که رو زبانمون باید کنترل داشته باشیم تا اعضا و جوارح دیگرمون و دنیا و آخرتمون در صلاح و اصلاح و سلامتی باشه. انشالله که بتونیم این کار رو انجام بدیم. فاصله میگیریم و توسل به حضرت حجت رو داریم. کجا نگارم کجا
در مورد دو تا دنیا امام علی ابن الحسین امروز به ما تذکر دادن، دنیای بلاغ و دنیای ملعونه، دنیایی که ما رو به آخرت میرسونه و دنیایی که ما رو گرفتار خودش میکنه و از رحمت خدا به دور میکنه. میخوام یه جور دیگه هم تعبیر کنم این آخرش که توسل میکنیم به امام زمان، که دنیا هم میتونه دو جور دنیا باشه. یه دنیایی که ما رو از امام زمانمون غافل کنه، به غیبتش عادت بکنیم، و یه دنیایی که دنیای بلاغ باشه، تمام سعی و تلاشمون رو در لحظه لحظه روزها ماها سالهای زندگیمون بکنیم که اولا خودمون رو به عزت حجت نزدیک بکنیم، هم خانوادهمون رو تو این راه بیاریم و هم هر کسی که دستمون میرسه، زبونمون زورش میرسه، اعمال و کردارمون رو میتونیم بهش نشون بدیم که فرمودن کونو دعا تل الناس به خیرن به غیر السنت کن، مردم رو به خیر و به اون چیزی که هستید دعوت کنید به غیر از زبونهای خودتون، با اعمال و رفتار خودتون. میخوام اینو بگم که از همین روزایی که داریم زندگی میکنیم تو دوران غیبت میتونیم استفاده کنیم و این رو بلاغ قرار بدیم برای رسیدن به رضایت امام زمانه. دعا میکنیم برای فرجش. اللهم یا رب الحجه، به حق الحجه، اشف صدر الحجه، به ظهور الحجه. تا به وقت سلامی دیگر، یا علی مدد، خدا نگهدارتون.